میزبان خانم هستم که فعالیت‌هاش چشمگیر هست و همگی ما شاهد هستیم. گاه سفر میکنه به افغانستان به خاطر فعالیت‌هاش و کارهاش و همچنانی که خدمت برای بانوان و خانم‌ها زیاد داره. بیشتر از خودشان هم مشنویم و شما رو معرفی میکنم با بانو تمنا جهش، خبرنگار آزاد که از جای بسیار دور با ما هم صحبت هست و در مورد فعالیت‌هاش صحبت میکنه. سلام و وقتتان بخیر. خوب هستین بانو جهش؟ سلام بر شما و سلام بر افغانستان، سلام بر بینده های عزیز تلویزیونی یک، صبح شما عزیزان بخیر. سلامت باشین، انشالله که شما هم در امان باشین و از کرونا و از قرنطینه و از خستگی ها و نارامی ها به دور باشین. قربان شما، سلامت باشین، انشالله دیگه همه مردم جهان به خصوص افغانستان و به خصوص زنای افغانستان داره این ویروس شکست میده انشالله. و پیروز میشن انشالله. خودتان چطور دوران قرنطین؟ فکرم از آلمان با شما هم صحبت هستم دیگه. بله، آلمان بله. که این روزها دوباره برگشته به زندگی عادی، آیا دلتنگی های شما هم تمام شده یا هنوز هم دلتنگ افغانستان و عزیزانتان هستین؟ بله، کم کم داره قرنطین تمام میشه و از ولایت اضطراری که داشتن یعنی تا 30% آزاد شده، ولی از یعنی خستگی قرنطین کرده، خستگی دوری از هموطنا، دوری از فامیل و مهمتر از همه چیز دوری از رسانه ها، این نفسگیر است و سختتر از کرونا و قرنطین است. بدون شک واقعا دقیق گفتن. بانو جهش، بیاین در مورد مسئله اصلی صحبت کنیم که قرار است امروز شما با ما هم کلام شوید، درباره که آیا فعالیت های زنا در افغانستان و همچنان بیرون از افغانستان چی تفاوت هایی دارد؟ آیا واقعا زنایی که در اینجا جهاد میکنه و برمیخیزه به خاطر اینکه قانون شکنی کنه گاه سنت های خانواده هایی که اجازه نمیده بر خانم ها و دختر خانم ها که بیرون از خانه کار کنه و گاه نام یک دفتر را بگیره که من اینجا کارآموز هستم یا کار میکنم، مشغول یک وظیفه شدم، سختی هایی را که میکشه چه تفاوت هایی داره با بانوانی که در اونجا فعالیت داره؟ بله، بسیار خوب موضوع را شما شروع کردین. نهاد ویکم یا یک صدا بر سال، اینا یک نهاد جهانی هستن که برای زنای جهان کار میکنن، ولی بیشتر فوکس از اینا و توجه زینا بر زنای کشور جهان سوم است و بیشتر یعنی کسایی که عضو سازمان میشه یا عضو نهاد میشه از کشورهای آسیای میانه و خصوص افغانستان است که یعنی اولین گامهایشان ما کار میکنیم که بیاییم یعنی وضعیت زندگی زنا را با جهان یا از مرد زن که یک کشور از امو کشور که از با کشور دیگه مقایسه میکنن که من از افغانستان عضو نهاد هستم و تقریبا تا به حال 33 کشور جهان رفته. من از نگاه یعنی حالت های جورنالیستیکی و همچنان از نگاه فعالیت های مدنی و همچنان از نگاهی که امین نهاد بر ما را میفرسته، میگه شما ببینین، قیاس کنین و یا هم تفاوت که زندگی شما و زندگی سایر زنهای کشورهای دیگه یعنی در چی است، شما چی را پیدا میکنین، کدام نکات خوب پیدا میکنین، کدام نکات بعد پیدا میکنین. ولی وقتی ما میریم متاسفانه در حالت های روبرو میشیم یا هم خوشبختانه در حالت های روبرو میشیم که در افغانستان تفاوت بسیار زیاد داره، مثلا از نگاه پوشش، مثلا از نگاه آزادی، مثلا از نگاه حقوق، مثلا از نگاهی که چقدر در جامعه قبول میشن و یا هم انعکاس خوب دارن و یا هم انعکاس بد دارن. وقتی ما اینا رو مقیاس میکنیم و اینا رو ما در تفاوت مندازیم یا در چالش مندازیم، میبینیم که زنا و بانوهای افغانستان چی از طبقه خبرنگار، چی از طبقه جوانان که فعالیت‌های مدنی دارن، چی از طبقه کارگر و یا چی از طبقه زنایی که در نهادهای دولتی و غیر دولتی کار میکنن، با مشکلات زیاد یعنی زنا روبرو هستن. زنای کشورهای دیگه، بانوهای کشورهای دیگه و دخترای کشورهای دیگه وقتی میاین درس میخوانند، در پلی درس کار میکنند، دولت بسیار کمک برسو داره، بسیار همکاری داره، بسیار برنامه های وسیع برسو داره. خود جامعه اونا رو به عنوان کسی که تازه یعنی در دوران درس است با هم میای کار میکنه، به عنوان یک الگو و پردایم خوب اینا رو قبول میکنند. اینا رو نسل روشن فکر میکنند، میگن در گذشته ها کسی که تنها کار میکرد یا تنها درس میخوان. امروز جوانا و زنایی که در کشورهای بیرون مثلا هم درس میخونن و هم کار میکنن بسیار قبول میشن. اما برعکس افغانستان وقت توجه میکنی
در یک قسمت اصلا دستاورد خوب ما شما نداریم، با مشکلات زیاد روبرو میشیم. اگر با هیچ مشکلات روبرو نشیم، با مشکلات مردم و با مشکلات مردا و زنا از طریق سوشال میدیا ما روبرو میشیم. در میان آخر شما میبینین که تقرار بعض از بانوها، بعض از خانمها در کرسی های مختلف حکومتی به جایی که باعث خوشی شود، به جایی که باعث تشویق و ترغیب دیگران شود، به خصوص از آقایان، شما میبینین که غیر مستقیم تخریب میکنن. بله. اینا غیر مستقیم توهین میکنن، تو رو شخصیت میکنن، تصاویرهای ساخته میشه، فیلمهای ساخته میشه، مقالات نوشته میشه که آدم واقعا بنوان یک انسان شاک میشه که یعنی چی جریان داره. ما کشورهای دیگر میبینیم، شما باور کنین نه دروغ است و نه هم کدام دیپلماسی است، زحمت که زن افغان میکشه، او موفقیت که زن افغانستان داره، او شجاعت که زن افغانستان داره، من در هیچ کشور ندیدم. شما باور کنین من 33 کشور رفتم از طریق این نهاد ویکا. وقتی من زنها رو میبینم، زنهای افغانستان رو میبینم، ما شما خیلی تفاوت داریم، از نگاه زیبایی، از نگاه قدرت، از نگاه انگیزه، از نگاه پشت کار بودن، از نگاه ازی که ما بر ما خیلی نرمال است. ما بر از ما میگم در کشور شما یک هفته جنگ میشه یا یک حادثه ترافیکی میشه، شما هنوزم در روز به اوش نمیایین، به حال نمیایین. در کشور ما از جاده تیر میشیم، با انتحار روبرو میشیم، با انفجار روبرو میشیم. گپای مردا کم از انتحار انفجار نیست در داخل مغز آدم. وقتی ما میریم واقعا جای شرم از گاه برای یک جامعه که میایه و زنایی که میخواه بلند شوه و زنایی که میخواه صدا بلند کنه و خود را نشان بده و ثابت کنه که من هم میتونم در کنار یک مرد کار کنم و تلاش کنم، گاه سرکوب میشه. پس گفتنی شما چی هست؟ گاهی باید ما یک پیام برای جامعه مرد سالار مثل افغانستان داشته باشیم که باید قبول کنند دیگه که زنا هم میتونه تلاش کنه و هم میتونه موفق شوه و هم میتونه که پر از افتخار و دستاورد باشه. پیام بانجهش چی میتونه باشه؟ وقتی ما وضعیت خانمای دیگر را میبینیم و پذیرش مردها را میبینیم در مقابل از این خانما، واقعا یک احساس ناامیدی و یک احساس یأس به ما دست میده که مردای این طرف را ببینه یا من مردای داخل افغانستان را ببینیم که ناامیدی خودش یک احساس بسیار بد است که هر انسان رو میتونست. دوم، ما میخواییم بر مردای عزیز بگویم که امروز تا دیروز فرق کرده. امروز قرن 21 هست، زنای افغانستان او خاکسترهایی هستن و یا همو دانایی هستن که شولور شده بودن ولی در بین خاکسترها خاموش ماندن، آل اونا جهش کردن، اونا خیستن و اونا قد علم میکنن. چی بخواین چی نخواین میرسن و فردا حکومت میگیرن، فردا به پستای معینیت چی پستای وکالت چی اونا به پستای رهبری میرسن، خیلی هم بالا میرن، خیلی هم رشد میکنن. باید بپذیرن به عنوان جنسیت، نه به عنوان یک انسان بپذیرن و به عنوان یک انسان قبول کنن که بیشتر و بهتر از مرد یک زن کار میکنن. بدون شک انشالله که موفق و سرفراز باشین و بانوهای الگوی مثل شما پیامهای بسیار خوب برای بانوان افغانستان داره. امیدوارستم شما هم هر جایی باشین همین گونه پر از استعداد و دستاورد باشین. ما انشالله منتظر هستیم که بخیر دوباره کرونا و قرنطین تمام شده، دوباره بانو جهش در افغانستان آمده و از نزدیک در ایستید با ایشان صحبت کنیم. خیلی زیاد خوشحال شدم. سلامت باشین. تشکرم چنان. ما که بیایم بخیر یک بسته بسیار مکمل است که باز از طریق یعنی نزدیک به همشون تقدیم میکنیم. سلامت باشین. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان. وقفه بسیار کوتاه داریم. دوباره که برگشتیم نرخ اسعار را همچنان تقدیمتان خواهد کردم.